همراه هستیم با دکتر محسن توکلیان، کارشناس جامعه شناسی سیاسی، مترجم و پژوهشگر از تهران. آقای دکتر توکلیان سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، با توجه به چالش‌های فراوانی که روهینگیایی‌ها در مالزی با آن مواجه هستند، به نظر شما مهمترین اقداماتی که میتونه به بهبود وضعیت آنها کمک کنه چیه؟ بفرمایید. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون عرض کنم. وقت صدای من میپیچه. عرض کنم خدمتتون که یکی از موضوعات پناهجویان روهینگیایی باش وضعیت حقوقی این افراد پناهان در مالزی به عنوان شناخته نمیشه و در یک وضعیت غیر قانونی جز تغییر این وضعیت از سوی دولت مالزی خودش اولین گام باشه این افراد به عنوان پناهجو به رسمیت بشناسه. نکته بعد اینه که باید کشور سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه بخش‌های سازمان ملل که مربوط به امور خصوصی هستند و همچنین سازمان کنفرانس اسلامی برنامه‌هایی برای حمایت از به ویژه ارز کنم به خدمتتون که منابع مالی کافی تخصیص کنند تا بشه پناهجویان رو سازماندهی کرد. در کنار این باید دولت مالزی اقدام به پناهجویان بکنه و اونها رو به شرایط و فرهنگ مالزی آشنا کنه و روز رو برای اقدام این افراد در کشور مالزی فراهم کنه. از طرف دیگه مسئله رو ویژه‌ای‌تر برخورد کرد. برکنی این که فشار بر دولت روی دولت میانمار وارد بشه تا تغییر رویه بده و مثلا آزاد وضعیت مسلمان‌ها برگرده و کرایت رو فراهم کنه که این پناهجویان بتونن به کشور و سرزمین خودشون برگردن و اونجا با آرامش و آسایش زندگی کنن. بله، با تشکر از دکتر محسن توکلیان، کارشناس جامعه شناس سیاسی، مترجم و پژوهشگر از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.